سلام، من پدرام اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم فراری. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم سینمایی فراری محصول سال 2023 آمریکا، یک فیلم درام بیوگرافی که به زندگی انزو فراری، مدیر موفق شرکت فراری می‌پردازه و بر اساس کتاب زندگی نامه انزو فراری، مرد و ماشین ساخته شده. کارگردانی فیلم و مایکل مان انجام داده و آدام درایبر و همراه پنلوپ کروز و شیلیان ولدی بازیگران اصلی این فیلم هستند. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. در سال 1957 زندگی انزو فراری دچار بحران زیادی شده. کارخانه او رو به ورشکستگی و فروش زیادی نداره و همچنین زندگی خانوادگی او بعد از مرگ پسر کوچکشان رو به فروپاشی قرار گرفته. تیم مسابقه فراری برای رهایی از این بحران باید حتما در یک مسابقه جاده استقامتی پیروز بشن تا بتونن قرارداد خوب ببندند و کارخانه رو از شکست نجات بدن. انزو فراری به همراه 5 راننده خودش تمام تلاش رو میکنن تا در این مسابقه پیروز شده و به هدف خودشون برسن. خب فیلم فراری محصول سال 2023 که کارگردانش مایکل مان، یکی از کارگردان خوب و صاحب سبک سینما انجام داده، به بررسی دوران بحرانی زندگی انزو فراری میپردازه. فیلم نظر فیلمنامه فیلم موفقی و خوشساختیه. صحنه‌های بسیار زیبا و جذابی از مسابقات اتومبیل‌رانی و همچنین صحنه‌های درام خوبی داره. تیم بازیگری بسیار خوب ایفا کردن، علل خصوص پنلوپ کروز در نقشش بسیار خوب و درخشانه. اما مشکلی که اکثر فیلم‌های بیوگرافی دامنگیرش میشه، این فیلم هم از این مشکل برخوردار شده و اون هم اینه که در اکثر جاهای فیلم حوصله سربر و خسته کننده میشه، علل خصوص ابتدای فیلم بسیار خسته کننده است، اما در یک چهارم پایانی فیلم بسیار جذاب و پرهیجانی رو شاهد هستیم و در کل میشه گفت یک فیلمیه که اگر با حوصله نگاش کنیم فیلم بدی نیست، فیلمی که ارزش تماشا کردن و وقت گذاشتن رو داره. خب ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.